هر واحدی از تخت آی سی یو رو که در نظر میگیریم هم برای خودش امکانات تعریف شده ای داره. 16 تا پریز برای آی سی یو هایی که پیشرفته هستن، البته ممکنه سطح مراقبتی یک باشه، 8 تا کافی باشه، ولی الان در کتابا میگن 16 تا پریز سوکت مربوط برق باید داشته باشه که ما در همزمان بتونیم استفاده کنیم، مجبور نشیم از سیم های رابط استفاده کنیم تو دست و پا باشه. اکسیژن دیواری 2 تا قسمت برای اکسیژن، 2 تا برای وکیوم همینطور به اصطلاح وجود داشت بشه، و همینطور سینک دستی که عرض کردم خوشکن به جای حوله و ضد عفونی کننده هایی که لازم هستش همینطور باید باشم. ما در آی سی یو ها اگر آی سی یو کوچیک باشه ممکنه ما مستقیما بر کنار تخت ها و خود بیمارها نظارت داشته باشیم و یک مانیتور مرکزی در استیشن پرستاری شاید کفایت کنه. اما معمولا آی سی یو ها چون معمولا 12 تخته 8 تخته و بیشتر هستن، صداوار هست که هم بالا سر بیمار یک مانیتور داشته باشیم و بتونیم بیمار رو کنترل کنیم، هم در استیشن پرستاری. گاهی وقتا ما در بعضی از کشورها دیده شده که بیماری که از آی سی یو میخواد بیاد این امکانات رو، یا از اتاق عمل میخواد به بخش آی سی یو جراحی بیاد، قبل از اینکه حرکت کنه پرستارا میتونن از تو آی سی یو شرایط وضعیت بیمار رو در داخل اتاق عمل یا در ریکاوری روم ببینن و ببینن که بیمار داره آماده میشه میاد و اینها هم خودشون آماده بکنن. این خیلی مهمه. باید از سیستم کامپیوترایز که الان خوشبختانه اکثر بیمارستان ها هستن و خوشبختانه تمام امکانات اینه که فرض کن قبلا اگر ما یک برگ درخواست میفرستادیم برای یک آزمایش خون، حالا توی کامپیوتر وارد میشه، دوستان ما در آزمایشگاه متوجه میشن و این رو بلافاصله اقدام میکنن و میان آزمایش خون رو انجام میدن. وسایل رفاهی که برای بیمار باید در نظر بگیریم این مهم هستش. در این حال این آسایش بیمار خیلی خوبه، هم برای اینکه بیمار دچار مشکلات دیگه مثل به اصطلاح این سر صداها و رفت آمدها، صدای تلفن، آلارم های دستگاه ونتیلیتور یا بوق دستگاه های مختلف، اینها باعث آزرده شدن بیمار و یا مشکلی در خواب بیمار ایجاد نکنه و این خیلی مهمه با توجه داشته باشین. داشتن ساعت تقویم به اصطلاح تقویمی که بتونه بیمار ببینه و بدونه که امروز چه روزی هستش، و حتی حالا میرسیم که اون آی سی یو ما باید بتونیم ببینه، بیمار ببینه که الان شب هست یا روز هستش، به دلیل اینکه خیلی از آی سی یو ما به بیرون چشم‌اندازی نداره و بیمار میبینه مرتب چراغ روشنه و نمیدونه که صبح هستش شب هستش، و این هم به ما برای ما مشکل ساز میشه، برای اینکه بیمار دچار سنسوری دپرویشن میشه، نمیدونه که چه شرایطی در چه روزی هست، چه ساعتی هستش و روز یا شب. یه نکته خیلی مهمی که باید ما در آی سی یو حفظ کنیم حریم خصوصی بیمار هستش. ما چه خانم باشه چه آقا باشه، هر کسی برای خودش یک حریمی داره. ما باید توجه کنیم وقتی که وارد اون واحد و اون پارتیشن که قسمتی که بیمار هست وارد میشیم، باید مواظب باشین حتما اگر فقط یک پرده هم داره، پرده کشیده است، اطلاع بدیم و یک جوری متوجهش کنیم که من دارم وارد میشم، نه اینکه یه دفعه پرده رو کنار بذاریم و بیمار خوابیده، حالا شرایطی که شاید مناسب نباشه و برای بیمار آزارنده هستش. باید این توجه رو داشته باشیم که همیشه با اجازه بیمار باشه و حریمش حفظ کنیم. اینجا یک خیلی ایدئال هست آی سی یو که یک تختش نشون میده که رو به اصطلاح چشم‌اندازش به طرف بیرون هستش و روز و شب براش مشخصه، جای کافی اطراف تخت در نظر گرفته شده و پریزهای کافی بالا سرش در نظر گرفته شده و همینطور مانیتوری که بالا سرش هست و چیزهایی که لازم داره. البته این یک واحد هستش، تختش تخت سشکن هستش، گارد کنار تخت هم داره که بیمار رو حفظ میکنه و این یک آی سی یو خیلی خوبی برای ما میتونه باشه.
یک نکته بازم مهمی که ما تو آیسی ها که انشالله مشغول کار شدیم یا الان هم هستیم باید توجه کنیم این سرصداها هستش. ما گاهی وقتا انقدر سرمون شلوغه یادمون میره که این دستگاه آلارم ما، سرصدای صحبت کردن ما، صدا کردن برای اینکه مثلا همکار ما یه چیزی از تایی بخش برای ما بیاره، اینا باعث میشه که این سرصداها مسلماً آزارنده باشه. معمولا گفته میشه که باید در روز میزان به اصطلاح صداها انقدر باشه که در حقیقت 45 دسیبل بیشتر نباید باشه، در عصر 40 و در شب 20 دسیبل در نظر گرفته میشه. اما متاسفانه در آی سی آی ما معمولا سرصداها طوری است که حدود 50 تا 70 دسیبل این سرصدا هست و اینا رو عرض کردم، این عوارضی که باعث میشه بیخواب بشه بیمار دچار وضعیت آجیتیشن براش پیش بیاد، بعدها دلیریوم پیش بیاد، اینا همه تحت تاثیر این شرایطی که ما ناآگاهانه و یا حتی به اصطلاح ممکنه متوجه نباشیم که اینها میتونه برای بیمار چه مشکلاتی ایجاد کنه و باید توجه داشته باشیم. اینجا یک آی سی یو رو نگاه کنین، اگر دقت کنین این قسمت رو نگاه کنین، این قسمت استیشن پرستاری است برای این آی سی یو، مانیتور جلوش هست برای بررسی و نگاه کردن، اما جای منشی رو کجا گرفته؟ در جای منشی در قسمت دیگه ای هست و اینجا تلفن وصل میشه. اگر تلفنی هست که از بیرون شده و منشی داره جواب میده اما مربوط به بیمار هست، وصل میشه به استیشن و پرستار جواب میده، وگرنه هر تلفنی لازم نیست که بر بیماری که در اینجا خوابیده و هر لحظه هر تلفنی که رفتی به آی سی یو نداره، رفتی به بیمار نداره، بیاد و سرصداش باعث آزرده شدن بیمار بشه. به هر حال این توجه لازمه که ما ایستگاه پرستاری رو همیشه پرستارها باید باشن. من متاسفم بگم که گاهی وقتا شبها میبینیم که دوستان پزشک ما، پرستار ما، کمک بهیار ما همه در ایستگاه جمع میشن و این شایسته نیست و بیمارها هم براشون زیاد جالب نیست که ما این کارو بکنیم. ببینید تختی که در آی سی یو داریم از قسمتی که به طرف دیوار هست حدود 70 سانتی متر باید فاصله داشته باشه، از اطرافش 70 سانت و از وسط بخش 140 سانت فاصله باید داشته باشه. این برای اینه که ما بتونیم دستگاه‌ها و تجهیزاتی که لازم داریم در کنار بیمار بذاریم، این دستگاه امکان پذیر باشه و باشه تو دست پای ما نباشه و ما بتونیم مراقبت رو درست انجام بدیم. این مهمه. حالا مسلماً خیلی از بیمارستان ما این شرایط ندارن، اما مهمه که پرستار بدونه اگر یک جایی ازش مشاوره خواستن، اگر خواستن آی سی یو درست کنن و پرستاری که تو آی سی یو سالاس کار میکنه باید توجه به این نکات داشته باشه. در کنار آی سی یو گاهی وقتا پروسیجرهایی مثل گذاشتن چستی و شرایط دیگه، مثلا برای بیمار پیکلاین بخوام بذارن، اینی که بیمار درد بگیره، بیمار دچار یک خونریزی بشه، بیمار یا سرصدای بیمار باعث سلب آسایش بیمارای بغل دستیش بشه، بیمار رو ممکنه منتقل کنن به یک اتاقی به عنوان اتاق پروسیجرها که اینجا بیمار کاراش انجام بشه. اگه لازم به اصطلاح خدای نکرده مثلا بیمار دچار خونریزی شده باشه، بیمار دچار استفراغ شده باشه، مشکلاتی داشته باشه، در اینجا میشه کاملا کارها رو انجام داد و بیماری که وقتی کارش انجام شده، بیماری که پروسیجر انجام شده، برگردونیم به تخت و به شرایط خودش و این باعث نشه که داخل بخش یا عفونت پیدا کنه یا بیمارای دیگه ما به اصطلاح ناراحت بشن. حتی برای بعضی از پروسیجرها مثل گرفتن یک رادیوگرافی هم ممکنه به جای اینکه همه بیماران در وارد در داخل آی سی یو هر بار که دستگاه اکسپوز میشه و عکس میگیره فرضاً از یه تخت دو، این ضرورت نداره که تخت 3 و 4 و تخت 1 و همه به اصطلاح دچار این آسیب بشن و در معرض اشعه قرار بگیرن. چه بسا گاهی وقتا ممکنه بیمار رو منتقل کنن در یک جایی و یا دستگاهی بیارن، فرض کن برای بیمار میخوان پیس میکر بذارن، اینجا یک فلوروسکوپی و یک چیزی رو در نظر میگیرن و برای بیمار ممکنه اتاق جداگانه در نظر گرفتن، کارا انجام بشه و باز برگرده رو تخت خودش. خب
در ICU ها همطور که اشاره کردیم ما پس 4 دسته از شرایط رو با توجه داشته باشیم. مهم تجهیزاتی که داریم: مانیتورینگ، تجهیزات تشخیصی، تجهیزات درمانی و تجهیزات اورژانسی. اینها تجهیزاتی هستن که تو ICU ما معمولا باشون سرکار داریم. کنار یک تخت که میرسیم تجهیزات مختلفی رو برای یک واحدی از به اصطلاح ICU معمولا باید توجه داشته باشیم. هر تختی که در ICU هست، همونطور که فاصله ها رو عرض کردیم که باید رعایت بشه، میبینیم که بالا سر بیمار یک ICU یک مانیتورینگ هست. این مانیتورینگ برای کنترل فشار خون، تنفس، کنترل سیستول و دیاستول، برای اکسیمتری و همونطور برای به اصطلاح کافنوگرافی میتونه استفاده بشه. در کنار اون به اصطلاح ساکشن کردن بیمار، وسایلش اینجا بالا سر بیمار هست. خود ونتیلیتور اگر لازم باشه به بیمار وصل میشه و این نیاز بیمار هستش. اکسیژن ممکنه 2 تا اکسیژن داشته باشیم برای بیمار، یکی مثلا لازم باشه با ماسک یا به اصطلاح فیس ماسک بخوام به مریض بدیم، یا یک موقع هستش ممکنه به ونتیلیتور ما لازم داره وصل کنیم و این که 2 تا بودنش به این دلیل هستش. باید چراغی داشته باشیم که گاهی وقتا ما لازم داریم برای یک کاری درست انجام بدیم، یک پروسیجر انجام بدیم، یه رگی میخوام بگیریم، این چراغ و نور کافی داشته باشیم که پزشک بتونه انجام بده یا پرستار بتونه انجام بده. تخت ما البته اینجا نشون نمیده، ولی معمولا تخت 3 شکم باید باشه برای اینکه بیمار بتونه به پوزیشن های مختلف به اصطلاح بر حسب نیازی که داره وضعیت تغییر وضعیت بدیم. همینطور این دستگاه پرفیوزر داریم، دستگاهی که وقتی که داروهای مختلفی میخوام به بیمار بدیم توی سرنگ 50cc وقتی که ریختیم میایم تو پرفیوزر میذاریم و به بیمار به صورت تنظیم شده میدیم. دستگاه های معمولا آیوی تراپی میخوام بگیریم، یک رگ خوب برای بیمار معمولا میگیریم برای دادن خون یا مثلا دادن مایعات مختلف. ممکنه پارس اکسیمتری به انگشتش وصل کنیم که حتما این کارو میکنیم برای اینکه بتونیم هر لحظه میزان سچوریشن یا اشباه اکسیژن در جریان باشیم. برای تغذیه بیمار گاهی وقتا نیاز داریم که تغذیه بیمار تغذیه اینترا مثلا پرانترال باشه، انجی تیوب داشته باشیم، از طریق انجی تیوب بدیم. اینا رو که باید توجه داشته باشیم و این خیلی مهمه که ما وسایل کنار تخت بیمار رو از قبل چک بکنیم همه اینها درست کار میکنه، اکسیژن هستش، مانیتور قبلا روشن کرده باشیم، وقتی که بیمار بخواد بیاد آماده باشه، اون وارمینگ ها انجام شده باشه. اینا همه مهمه و مهمتر از همه اینها در کنار هر تخت معمولا یک پرستار حضور داره. حالا ممکنه مریض بدحال باشه، یک پرستار، ممکنه بیمار 2-3 تا بیمار نسبتاً خوب بهتری باشن، یک پرستار برای 3 تا بیمار در نظر گرفته شده و این معمولا کنار یک تخت رو برای ما نشون میده. برای اینکه ما بیمار رو مانیتورینگ بخوام بکنیم، ما دستگاه های مانیتورینگ یا پایش غیر تهاجمی مثل فشارسنج غیر تهاجمی، فشارسنجی که به بازو میبندیم نه در داخل شریان بریم، و این فشارسنج غیر تهاجمی به اصطلاح در حقیقت یک اقدام غیر تهاجمی است. پارس اکسیمتری به انگشتش وصل میکنیم، یک اقدام غیر تهاجمی هست، و همینطور مانیتور EKG که به بیمار وصل میکنیم، اینا مانیتورینگ به اصطلاح غیر تهاجمی هستن، یعنی باعث آسیب و زخمی برای بیمار نمیشه و در داخل بدن بیمار معمولا دسترسی نداریم. به پوست بیمار وصل میکنیم، پارس اکسیمتری باشه، EKG باشه. تکنیک های دیگه ای که ما به عنوان تکنیک های نان اینویزیو به کار میبریم و ما پرستارا باید خیلی توجه بکنیم به اون، اینی که من از حواس خودم، از چشم خودم، از لمس خودم، از بویایی خودم، از گوش خودم حد اکثر استفاده رو برای مانیتورینگ کردن و یا پایش بیمار استفاده کنم. شما بالا سر هر بیماری بیاین، اولین نگاهتون به بیمار میتونه خیلی خیلی اطلاعات به شما بده. بیمار بدحال از صورتش پیداست و مشخصه. این وضعیت عمومی بیمار رو میشه حد زد که این وضعیت الان خوب یا نیست. اینا مهمه. همینطور وقتی دست میزنیم انتها سرد هست، به ما نشون میده که این میتونه گردش خونه خوبی نداشت باشه، همودینامیکش دچار اشکال هستش. نگاه کردن به کیسه ادرار، اگر ادراری نیامده باز به ما بلا فاصله میگه این فشار خونش پایینه و ادرار نیامده یا مایع عقب هست، و این مهمه که من با نگاه خودم، لمس خودم و
به صلاح با اون امکانات و چیزهایی که در اختیارم هست حد اکثر استفاده رو بکنم. و این خیلی مهمه، تشویق میشه الان در کتابها که اگر یک جایی زخم کردن بیمار یا مانیتورینگ تهاجمی واقعا میشه استفاده نکرد و از تکنیک های غیر تهاجمی استفاده کنیم، حتما این اولویت داره که ما این کارو بکنیم، یعنی تکنیک های غیر تهاجمی رو استفاده بکنیم. چه لزومی داره بیماری که وضعیتش نسبتا پایدار شده ما حتما برای شریان آرترلاین بگیریم و کاتتر شریانی بخوام بذاریم؟ پس دوستان اینجا من یه مکس مجدد میکنم و خدمتتون میگم باید ما تکنیک های ما پرستارا تکنیک های نان اینویزیو و یا غیر تهاجمی مانیتورینگ بیمار رو بیشتر از هر کس و بهتر از هر کس توجه کنیم. چرا؟ چون ما اجازه نداریم خودمون هر کاری رو به عنوان اینویزیو انجام بدیم. اگر لازم باشه معمولا دوستان پزشک ما اینتنسیویست باشه یا بیهوشی باشه میاد به ما کمک میکنه و اون باید تعبیه کنه و اون باید این مثلا کاتتر پیکلاین رو بذاره. پس ما باید توجه کنیم که تا جایی که میتونیم از این حواسمون حد اکثر استفاده بکنیم. و اینجا یادی بکنم از نابغه شرق دکتر دریغت بوعلی سینا که این حکیم بزرگ 29 نوع نبض رو با فقط با لمس کردن متوجه می شد و این در کتاب رساله نبضشناسی بوعلی سینا آمده که من 29 نوع نبض رو تشخیص می دم و اضافه می کنه که اینو جز با تمرین و ممارست یاد نگرفتم و توصیه می کنه که هر کسی می تونه این کار رو انجام بده. ما از نبض بیمار فقط این که چند تا عدد روی مانیتور می بینیم و بدونی که به بیمار لمس کنیم یا نبضی که لمس کنیم ببینیم نبض بیسفرینس، آلترنانس، پارادوکس، اصلا این کار رو نمی کنیم، فقط تعدادش از روی مانیتور یادداشت می کنیم، در حالی که این نبضها رو ما میتونیم با لمس خودمون حس بزنیم. وضعیت اگر نبض ما یک در میان ضعیف و قوی میشه، این نبض احتمال قوی یک نشان از نارسایی قلب هستش و اگر نبض ما ضعیف هستش فشار خون پایینه، اینا باندینگ باشه یک چیز دیگه است. ما باید درباره نبض، درباره فشار خون بیشتر از این بدونیم. مثلا درباره فشار خون ما فقط فشار خون نان اینویزیو به کار میبریم، شما رو مانیتور فشار خون بیمار رو میگیریم و مانیتور به شما نشون میده که سیستول چنده، دیاستول چنده. یک عدد دیگه هم داریم به عنوان مین آرتریال پرشر که روی مانیتورها نوشته مپ. این رو البته بحث روزهای بعد دوستان دیگه بیشتر توضیح میدن، ولی این مپ یا مین آرتریال پرشر برای ما تعیین کننده وضع پرفیوژن و یا شرب بافتی اندام ها هست. اگر میبینیم کلیه خوب کار میکنه، اگر میبینیم که اندام ها گرم هستن، اگر میبینیم بیمار هوشیاره، نه فقط به خاطر فشار سیستول و نه فقط به خاطر فشار دیاستول، بلکه فشاری که متوسط هست، مین آرتریال پرشر که در حقیقت اگر بخوام حساب کنیم میشه 2 دیاستول به اضافه 1 سیستول تقسیم بر 3، 2 دیاستول به اضافه 1 سیستول تقسیم بر 3، این میشه مین پرشر یا همون مپ. این برای ما نشون میده اگر یک بیماری فشار خونی داشت که مینش حساب کردیم، یعنی 2 دیاستول به اضافه 1 سیستول تقسیم بر 3 دیدیم از 7 کمتر هست، این بیمار رو باید به پزشک پیشنهاد کنیم که دکتر برای این نمیخواید مثلا دوپامین شروع کنین؟ برای چی؟ برای اینکه مین پرشرش از 7 پایین‌تر. معمولا آرتری های ما مثل افراد آرتری ها، آرتری های شریان مولکولیه و همینطور اندام ها و مغز با فشار مین کمتر از 7 معمولا دچار اختلال میشه، پرفیوژن کلیه کم میشه، هوشیاری ما نسبتا دچار اشکال میشه. و اینه که ما باید این پیشنهاد بکنیم، نه اینکه فقط سیستول ببینیم بگیم فشار 90 رو چیکار کنیم یا مثلا 80 چیکار کنیم. ما باید ببینیم مینش از 70 کمتر شده، باید حواسمون باشه، گزارش بدیم و پیگیری کنیم و نذاریم بعد بدتر بشه. دوستان همینجا اشاره بکنم، ما فشار خون پایین یعنی هایپوتنشن رو میتونیم نجات بدیم، ولی بیمار که تو شوک بره در بهترین مراکز دنیا متاسفانه ممکنه به شرایط و اون مثلا سیکل معیوب برسه که دسترسی به بهبودی بیمار معمولا خیلی خیلی نادر هستش و ممکنه مشکل داشته باشیم. پس توجه به این داشته باشیم. پس نان اینویزیو تکنیک رو همیشه در مد
نظر داشته باشیم و ما باید حداکثر استفاده رو از لمس بیمار، از نگاه کردن به اندام‌های بیمار، از به اصطلاح اون شرایطی که برای بیمار در بالی می‌بینیم حداکثر استفاده رو بکنیم، حداکثر توجه رو بکنیم. بله، بعض موقع ما مجبور میشیم که چاره نداریم و شرایط بیمار طوری است که مثلا مانیتورینگ بالا سر بیمار که مانیتورینگ نان اینویزیو هست برای فشارهای پایین اصلا اصلا مناسب نیست. دستگاه های فشار سنجی بازویی که به طور نان اینویزیو بالا سر بیمار ما میگیریم و دکمه فشار میگیره برای فشار خون های پایین مناسب نیست و درستشون نمیده و این اشتباه رو نکنیم که فکر کنیم فشار بیمار 6 و 7 هم هست ما این میتونیم بگیریم. نه، اگر میخوایم درست بخوام بگیریم باید حتما فشار سنج فشار به اصطلاح مستقیم رو بگیریم، برای بیمار یک کاتتر شریانی بذاریم. این خیلی مهمه که ما این توجه رو داشته باشیم و از دوستان پزشک ما بخوایم که برای بیمار بتونه یک آرتلاین بخواد بذاره و ما هم از ما انتظار هست که یک مراقبت خوب انجام بدیم. مراقبت خوب موقعی میتونیم انجام بدیم که شرایط و امکانات برای ما فراهم شده باشه. این خیلی مهمه. اگر اونجور لازم باشه در شرایطی پزشک ممکنه بیاد یک کاتتر به اصطلاح انتخاب کنه، در شریان رادیال برای بیمار بگذاره و ما به دستگاه ترانسدوسر وصل کنیم و دستگاه بتونه به ما این تغییرات فشار رو به صورت امواج الکتریکی روی مانیتور نشون بده و ما بفهمیم فشار سیستول دیاستول چطور هستش و این البته بحث جداگانه که دوستان حتما کاملتر میگن. خب، از جمله ضروریات دیگه که آی سی یو ما داریم خود دستگاه سونوگرافی و رادیوگرافی است که معمولا رادیوگرافی ها رو در کنار آی سی یو داریم، اما سونوگرافی هم یکی از دستگاه هاییست که باید توجه بشه. خیلی موقعیت ها بیمار ها شرایطی دارن که ما نیاز داریم که بلافاصله پزشک بیاد و سونوگرافی کنه و این هم یکی از نیاز هاست. البته اگر به آی سی یو های لول 2 و 3 در حقیقت دسترسی داشته باشیم، توی آی سی یو ها لازمه که ما به خاطر اینکه بیماری رو از آی سی یو به جای دیگه ممکن منتقل کنیم، حتی در داخل بیمارستان و حتی خارج از بیمارستان، برای یک عکس گرفتن، برای یک به اصطلاح پروسیجری مثلا فرض کن بخش آنژیوگرافی ببریم، بخش ام آر آی ببریم، نیاز داریم همراه بیمار وسایل و تجهیزاتی باشه که خدای نکرده بیمار در مسیر به اصطلاح انتقال به اون بخش مثل آسانسور در داخل آسانسور در راه رو خدای نکرده به طور ناگهانی براش مشکلی پیش نیاد، ولی اگر آمده ما امکانات در دسترس باشه، مثل دستگاه مانیتور پورتابل داشته باشیم، دیفلاتور داشته باشیم که معمولا دستگاه دیفلاتور خودش مثلا مانیتور هم همراهش هست، پارس اکسیمتری داشته باشیم و اینا جدای از اونایی است که تو داخل آی سی یو به دستگاه به بالا سر بیمار وصل است. در هر بخش آی سی یو برای استفاده از تجهیزات، چه برای اینکه ما بتونیم خدمات خوبی انجام بدیم، همه اینها لازمه شینه که ما یک مثلا کتابچه راهنمایی برای بخش تنظیم کنیم، چه پرسنل جدیدی که وارد آی سی یو میشه درباره کار خودش بدونه، درباره شرایط خودش بدونه و ضوابط و مقررات بخش رو بدونه، ضوابط و مقررات پاس گرفتن رو بدونه، ضوابط و مقررات اینکه بیماری منتقل میخواد بشه، میخواد بیاد و مسائل دیگه ای که نظیر این هست رو باید به دقیقاً آموزش دیده باشه. اینی که ما لازم داریم این کتابچه رو در اختیارشون قرار بدیم. این کتابی که به عنوان راهنما هستش میتونه بر حسب اینکه بیمارستان در کدوم بخش از بیمارستان هستش ممکنه شرح وظایفش رو بنویسیم. ما یک شرح وظایف داریم، یک تحلیل وظایف. شرح وظایف اینی که مثلا پرستار پانسمان بکنه، پرستار آی وی تراپی میکنه، اینا درست، ولی اینی که پانسمان میکنه از کجا شروع میشه و کجا قطع میشه و یا یک آی وی تراپی میخواد بگیره از کجا شروع میشه و کجا قطع میشه، این رو میگیم تحلیل وظایف. گاهی وقتا ما اگر خوب دقت کنیم در آی سی یو جدا نیاز داریم که ما به طور مکتوب تحلیل وظایف بکنیم، کاملا دوستان بدونن از کجا یک پانسمان شروع میشه. من با عذرخواهی از دوستان که چون به هر حال همه همکار هستیم و من میدونم در جامعه ما اینا رو بارها به عنوان مربی در بالا سر بیمار دیدم، به موقعی که خودمون در بیمارستان بودیم، البته الحمدلله الان بهتره، ولی واقعیت اینه که همچنان باز داریم که مثلا بیمار از استیشن پرستاری بیمار رو صدا میکنن تخت 22 بیا پانسمان و این زیبنده
کننده نیست. اینی که میگیم تحلیل وظایف میکنیم، در تحلیل وظایف نوشته که پرستار میره بالا سر بیمار، خودشو معرفی میکنه، با احترامی که بیمار میده اسمش بیمار صدا میکنه و بعد میگه که پانسمان داریم، میتونم کمکتون کنم و بریم اتاق پانسمان و این کار انجام بدیم، اگه نه با چرخ ممکنه لازم باشه بره. به هر حال اون موقع ممکنه بیمار آمادگی نداشته باشه یا در حال غذا خوردن باشه. به هر حال باید توجه کنه. اینه که هر کاری رو تو آی سی یو انجام میدیم باید به طور جامع و مانع وظیفه خودمون رو مشخص کنیم تا همه چی به نحو احسن و درست انجام بشه. یه نکته بسیار مهمی که در آی سی یو ها ما نیاز داریم استانداردهایی است که با تعریف بشه. این استانداردها رو کی تعریف میکنه؟ معمولا برای اینکه ما کار خوبی انجام بدیم، در مقابل قانون ایمن باشیم و خوب آشنا باشیم با ضوابط و مقررات و یک کار حرفه‌ای انجام بدیم، این به اصطلاح استانداردها به وسیله دانشگاه‌ها، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، خود سازمان نظام پرستاری کشور که خوشبختانه در کشور ما هم طور فعال حضور داره و انجام میده، این وظایف رو اونها مشخص میکنن با همکاری به اصطلاح در حقیقت دوستان صاحب نظر و این به بخش‌ها انتقال پیدا میکنه و بخش‌ها باید با این استانداردها توجه کنن. این استانداردها هم کار ما رو راحت میکنه، هم اگر کسی بخواد بیاد چیزی یاد بگیره، چون ما با استاندارد کار میکنیم، پروسیجرهای استاندارد انجام میدیم برای یادگیری دانشجوانی که در کنار ما یاد میگیرن هم مهم هست و همینطور برای از نظر قانونی هم برای ما مشکلی پیش نمیاد. اگر یک اشکال، یک مشکلی پیش آمده، یک مسئله پیش آمده و این چون ضوابط و مقررات نوشته شده، استاندارد و مشخصه، ممکنه مسئولیتش کاملا مشخص باشه و اون موقع است که میفهمم تقصیر من پرستار نیست که این اتفاق افتاده. مثلا فرض کنید در ترالی اورژانس ما، شما در اصولا داروی آنتی ونوم یا داروی مربوط به ضد مارگزیدگی ندارین. اگر یک بیماری آوردن در ترالی اورژانسش این آنتی ونوم نبود، اگر نبود ممکنه این بحث به دادگاه کشیده بشه که من فرض کن عزیز خودم آوردم و این دارو نبود. اما وقتی که در اونجا استانداردها مشخص میکنه امکانات و تجهیزات و داروهای ترالی اورژانس رو کمیته سی پی آر این رو تعیین کرده و اینها قرار باشه، اون موقع است که پرستار به عنوان خاطی حساب نمیشه، به عنوان مقصر حساب نمیشه. پس برای صورت فراگیری و اجرا، مسئولیت در مقابل قانون و آموزش دانشجویان پرستاری، استانداردها خیلی میتونه مؤثر باشه. استانداردها ما رو مجبور میکنه که پاسخگو باشیم نسبت به بیمار و خانواده بیمار در شرایط مختلف، در شرایط بحرانی. این مسئله مهمه. صلاحیت استانداردها باعث میشه که من به من ملزم میکنه که من برم و آموزش های کافی بگیرم، برای اینکه استانداردها به من میگه من پرستار آی سی یو باید فرض کن درباره پالس اکسیمتری اینا رو باید بدونم، درباره داروهای آی سی یو باید بدونم. پس این به اصطلاح صلاحیت مداوم یا آموزش های مداوم باید داشته باشم. اخلاق حرفه‌ای آشنایی با مقررات و قوانین باشه. من اگه این قانون بدونم، مسلما مواظب هستم که این اتفاق و خطایی برای من پیش نیاد و این چه چیزی ممکنه خطا باشه، چیزی نباشه. حالا من یک اشاره فقط بکنم، گاهی وقتا ممکنه من مثلا مریضی در بخش آی سی یو دارم و این همراهی هاش که میخوان به ملاقات راه نمیدم. تا اینجا اگر منی که با قانون و مقررات و منشور حقوق بیمار آشنا نباشم، ممکنه راهش ندم و این در حالی که جرم است و من یک مقصر محسوب میشم اگر من ملاقات راه ندم. دانش، کسب دانش یکی از مسائلی است که به عنوان استاندارد باید داشته باشم. کاربرد دانش و همینطور قسمتی از کارهای بخشای ما کارهای مدیریتی است. من به عنوان مسئول شیفت، به عنوان سرپرستار، به عنوان به اصطلاح بخشی که هر بیماری که مسئولیتش با من هستش، من باید اون کار رو به صورت مستقل و به اصطلاح با مدیریت درست انجام بدم. پس اینجا استانداردها به کمک من میاد و ما رو برای این کار آماده میکنن. یک نکته بسیار مهمی که باید بازم مکس بکنم در پاسخگو بودن ما، اینه که نکته کلیدی که ما
در بیمارستان ها باید به اون توجه کنیم به عنوان پرستار، اینه که ما پاسخگو باشیم. پاسخگو بودن یعنی چی؟ یعنی اگر بیماری در بخش آی سی یو داریم، خانواده بیمار از من سوالاتی دارن درباره بیمارشون، درباره وضع حال عمومیشون، باید من پاسخگو باشم. اگر اتفاقی برای بیمار افتاده، باید من پاسخگو باشم. رمز موفقیت من اینه که من بتونم با مهارت ارتباط خوب و پاسخ مناسب و درست به خانواده بیمار درباره بیمار توضیح بدم، و اون موقع است که بیمار میبینین، که خودتونم شاهد بودین، حتما بارها هم دیدین، هر بار توضیحات خوب و مستدل و محترمانه به خانواده بیمار دادین، دیدین که اونا هم احترام متقابل رو حفظ میکنن. گاهی وقتا ما سعی میکنیم در یک جمله کوتاه، و یا مثلا من وقت ندارم، خدای نکرده با بیمارا و هم معذرت میخوام با خانواده بیمار صحبت کنیم، و مسلما اینا راضی نخواهند بود. اونا میخوان اون نگرانیشون برطرف بشه. پس من چیکار باید بکنم که نگرانیش برطرف بشه؟ من باید حتما توضیح کافی و فرصت کافی به اونا بدم که اون نگرانی های خودشونو به صورت مطرح کنن. این نکته مهمه. خب تا الان ما صحبت کردیم که ما یک بخش آی سی یو میخوایم با تجهیزات کافی، نیروی کافی، و نیرویی که الان عرض میکنم در آی سی یو داریم، ما برای بهتر کار شدن، ضمن که یک پرستار آی سی یو کار داریم، اما در این حال ممکنه ما در بیمارستان پرستار آموزش بیمار هم برای آی سی یو، و یا مخصوصا مرز کنترل عفونت برای آی سی یو، پرستار توانبخشی، پرستار مراقبت در منزل هم در محیط بیمارستان خودمون تعریف کنیم، برای اینکه باز هم این بیماری که در آی سی یو هست و حالا میره بخش عادی، اول میره بخش پست سی یو بعد بخش عادی، این مراقبت ها و این آموزش ها هم و این حمایت ها و همراهش باشه. بنابراین نقشه های توسعه یافته پرستاری که در آی سی یو بود حالا میره در بخش ها مثلا نظام سلامت و نظام پرستاری، این پیش بینی میکنه که ما نیاز داریم بعد از آی سی یو هم حمایت بشه، در آی سی یو هم حمایت بشه، و این لازم داریم که رشته های مختلف و گرایش های مختلف پرستاری هم تربیت بشن. یه نکته باز خیلی مهمی که الحمدلله الان خوشبختانه خیلی توجه شده و ما هم با توجه کنیم، اینه که مثل قبل دیگه اینجوری نیست که من هرچی روتین انجام میدادم و هر کاری رو به صلاح انجام میدادم، مثلا من 20 سال پیش فارغ التحصیل شدم، 30 سال پیش الانم همون انجام بدم. باید نگاه کنم که الان اون چی که من بر حسب تحقیقات، بر حسب اون تجاربی که در بالین انجام شده که همه مستند هست، باید کاری رو انجام بدم. فرض کن من در چند سال قبل می اومدیم هر بار بیمار رو ساکشن می کردیم 5 سی سی آب مقطر یا نمره سلین وارد لوله تراشش می کردیم و بعد آمبو می دادیم و ساکشنش می کردیم. آیا این الان باید انجام بشه؟ نه، این قرار نیست که یک کاری که به عنوان روتین انجام بشه. آیا الان در آی سی یو ها، ما سال هاست که من یادم نمیره، خودم هم در اون دوران در آی سی یو کار میکردم، لید دو رو به عنوان لید مانیتورینگ میذارن. الان هم دوستان ما هم لید دو رو میذارن. آیا لید دو برای مانیتورینگ لید مناسبی هست؟ جالب اینجاست که خدمت دوستان بگم، لید دو اگه مانیتورینگ میشه، شما ازش فقط یک انتظار دارین که یک کیوارس بلندی داره و این آلارم صدای بوق هر کیوارس رو میشنوین، یعنی تعداد ریت رو میتونین بشمارین. اما از ایکیجی با این امکانات پیشرفته و این ایکیجی که میتونه به ما حرف بزنه و پیشبینی هایی رو به ما بکنه، مثلا تغییرات پی آر اگه طولانی بخواد بشه، من میفهمم که بیمار فلان داروی بتا بلوکر رو داره زیاد میگیره، اگه کیوتی اینتروال طولانی بشه میفهمم که مشکل دوچاره مشکل کلسیوم هستش یا پتاسیم هست. اینا من باید این رو دقت کنم، منتظر جواب آزمایش میمونم، هنوز تا آزمایش بده چه واسه ایکیجی خیلی چیزا نشون میده، اینکه تاکیکارد برادیکارد بلوک ایوینود هستش به من کمک کننده است. من باید درباره اینکه کدوم لید مناسب مانیتورینگ هست هم توجه داشته باشم. در تشخیص آریتمی ها ممکنه من لیدی بسازم مثل لید V1 به نام لید MCL1،
برای تشخیص اسکمیک نگاه بکنم ببینم که کدوم شاخه، کدوم رگ دچار گرفتار شده. مریض از اتاق عمل آمده، مریضم بیهوشه، اما تغییرات ایکیجیش نشون میده که در طول اتاق عمل که فشار خون بیمار آمده پایین، بیمار دچار سکته شده. کسی متوجه نیست، چون مسکنم گرفته دردی نداره، اما تو آی سی وقتی به ما تحویل داده میشه، من اگه ایکیجی ندونم مسلما این از دست من، یعنی غفلت میشه و از دست من ممکنه خارج بشه و بیمار فوت کنه، در حالی که من باید این رو توجه کنم. بنابراین بعض از کارهایی که روتین انجام میدادیم مثل لید دو رو حتما همیشه لید دو باشه، یا مثلا لوله تراشه آب بریزیم، یا مثلا ملکینگ بکنیم، چستیوبی به بیمار وصله حتما ملکینگ بکنیم، یا با مثلا پنس روی بزنیم به عنوان استرپینگ که مثلا لخته نکنه. گاهی وقتا سوند ساکشن میفرستن در داخل چستیوب که مثلا این ترشحات یا مثلا خونابی که منظر رو بکشن. آیا اینا درسته؟ نه، اینجا باید حتما مبتنی بر شواهد، یعنی تجربه شده باشه، باید تجربه شم بر مبنای تحقیق درست، یک تحقیق، یک کار تحقیقاتی انجام شده باشه. از جمله یه نکته‌ای که من اینجا ملموس‌تر از همه اینا هستش، موضوع ملاقاته. همه دوستان تو آی سی او میگن که تقریبا، البته میگن همه دوستان میگن که ملاقات ممنوع. چرا؟ چون ممکنه باعث عفونت بشه، عفونت وارد آی سی او میکنه. کدوم تحقیقات اینه نشون داده؟ کدوم یک از بیمارستان هایی که مدعی هستن و در آی سی او رو بستن و تحقیق کردند که واقعا عفونت وارد آی سی او میشه؟ مردمی که از بیرون میان، اینا میکروب های نرمال فلورا در بدنشون هست، میکروب های پاتوژن رو ما تو بیمارستان خودمون داریم. من به عنوان پرستار، من به عنوان سوپروایزر، اون دفتر سوپروایزر، اون دستگاه پیس میکر، اون دستگاه فشارسنج، اینها هستن که میتونن عفونت رو در بخش ها گسترش بدن و ما میبینیم که توجه کمتر شده. اما بیمار که از بیرون میاد، یادتون باشه ما فکر نکنیم که این الان دنیایی از عفونت داره میاره. حالا اگر یک موقع در یک شرایطی مشکوک هستیم، مشکلی مطرح میشه، اون موقع است که ممکنه با روکفشی، با گان، با ماسک، با حتی کلاه مریض رو، ملاقات رو ساپورت کنیم، حمایت کنیم. اما واجب تر از همه اینه که من این ملاقات داشتن رو از بیمار محروم نکنم. این خیلی مهمه که بیمارا باید ملاقات داشته باشن. ما تقریبا حدود شاید 50 سال پیش ما دوستان ما یاد گرفتن که در اروپا ملاقات در روزهای مشخصی مثل دوشنبه، چهارشنبه، جمعه بود، و الان اونجا 24 ساعته در بخش‌های سی سی و آی سی و همینطور هست، ولی ما همچنان در آی سی ها رو میبندیم، ملاقات ها روزای دوشنبه، چهارشنبه، جمعه میگیم. اینا واقعا دیگه اون گذشت، این چیزها. ما باید حالا وقتشه که ما آی سی ها فرصت بهتری ایجاد کنیم برای خانواده بیمار، چون خانواده بیمار هم به عنوان تیم درمان ما هستن، هم یکی از نیازهای اساسی خود بیمار و خانواده همینه. و کسانی که ملاقات رو محدود میکنن، در حقیقت یک جوری این غفلت میکنن از نیازهای واقعی بیمار. خب پس من باید، اگر فکر میکنم فرض کن در یک شرایطی کسی مدعی بشه که در این آی سی او عفونت از طریق ملاقات کنند، باید یک برنامه بنویسه، یک تحقیقاتی بکنه، ببین اصلا هست در این شهر، در این مثلا مرکز، آیا این عفونت ممکنه منتقل بشه، وگرنه این دلیلی نداره که ما ملاقات رو ممنوع کنیم. بنابراین هر کاری که ما تصمیم میگیریم باید با بر مبنای یک تحقیق و یک شواهد به اصطلاح مشخصی باشه، که ما این شواهد رو در حقیقت یک شواهد علمی باشه و ما بتونیم بگیم بله، چون این تحقیق کردیم و این نتیجه داشت، فعلا این تصمیم رو گرفتیم، این کار رو بخوام بکنیم. مهمه.